هیئت حکومت افغانستان امروز به پاکستان رفت، اما شورای عالی صلح این کشور انتظار دارد تا پاکستان سیاست خود را در برابر افغانستان تغییر دهد و این هیئت با دست پر برگردد. شورای عالی صلح افغانستان می گوید که اگر این هیئت با دست آورد برگشت، صفحه تازه صلح در افغانستان باز خواهد شد. اما برای تأمین صلح در گام نخست چه باید کرد؟ اگر باور جامعه جهانی را ما با خود نداشته باشیم و پاکستان تحت کنترل و مدیریت جامعه جهانی در رابطه با افغانستان یعنی نباشه، پاکستان با ظرفیت خود و محور خود و منافع خود اما کارهای را که در گذشته کرده میره میکنه و پاکستان با ظرفیت خود تداوم جنگ هم کرده نمیتونه. اما برخی ها به این باور هستند که حکومت افغانستان در گفتگوهای صلح به دروازه اشتباه رفته است. این عضو پیشین پارلمان میگوید که حکومت افغانستان باید نخست با طالبان گفتگوهای صلح را در میان میگذاشت. اگر امی تقاضا را که مثل که امرای طالبا وعده کرده بود امرای خود طالبا میشیشت، ما امروز امی مشکل نمی داشتیم که بازم بریم دامن پاکستان بگیریم، وزیر خارجه و نمیفهمم رئیس وزیر دفاع و رئیس امنیت ما بره باز از سر از اونا خواهش کنه که شما زمینه ملاقات ها را جور کنید. اما برخی دیگر فرستادن هیئت افغانستان را به پاکستان گام خوبی در گفتگوهای صلح می داند. اما می گوید که صلح به این زودی ها در افغانستان تأمین نخواهد شد. ما اگر بخواهیم که تنها با زوری خود پاکستان را به سر یقه بیاریم مشکل است. بهتر است که اون چیز را که آقای غنی رئیس جمهور تی دو روز پیش در کنفرانس موقف گیری کرده، این موقف گیری باید پشتیبانی جهانی پیدا کنه. این موقف گیری باید در سطح بین المللی انعکاس کنه. تنها به افغانستان و کنفرانس مطبوعاتی درد ما را دوا نمی‌کنه. با این حال ولسی جرگه در گام نخست از هر دو رهبر دولت وحدت ملی چه خواسته دارد؟ خواست ما خب فعلا امیستن که اردوشان یک اجماع ملی سرتاسری افغانستان امین جده کابل باید ما شما جمع شویم. افغانا ولسی جرگه ما حاضر هستیم که هر حمایتی که از این دولت باشه در مورد وحدت ملی، در مورد اتفاق و اتحاد ما حاضر هستیم. هیئت تازه حکومت افغانستان به منظور گفتگو درباره چگونگی مبارزه با تروریسم و روشن ساختن موقف حکومت افغانستان به پاکستان رفته است تا با مقام های این کشور یک بار دیگر گفتگو کنند. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل.